درود میفرستم به همه شما بینندگان خوب و عزیز و مهربون برنامه زن امروز که همیشه به ما لطف دارید و برنامه ما رو تماشا میکنید. امروز هم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. در خدمت همکار بسیار نازنین و خوبم هستم، افی عزیز. من هم درود گرم میفرستم به شما بیننده های عزیز برنامه زن امروز در هر کجای دنیا که برنامه ما رو تماشا میکنه. خوشحالیم که بار دیگر در منزل های شما عزیزان هستیم. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره. خیلی برنامه جالب خواهیم داشت، اینطور نیست؟ بله بله، حتما مطمئنم که همه شما استقبال خواهید کرد و از برنامه استفاده خواهید نمود. چه خبر؟ والا خبر که خیلی جالبه. نشسته بودیم قبل از شروع برنامه، معمولا اول برنامه باید خبر بیاریم. افی داشت به ورقای من نگاه میکرد، گفت برونا جان تو چقدر خبر داری؟ و گفتم بله افی جان. بعد ورقای افی رو داشتم نگاه میکردم، 3-4 تا اینجوری خبر قشنگ آورده. گفتم افی جان من تو خبرهای بعد رو نمیارم، فقط تو اخبار نگاه میکنم. ولی امروز از شما خواهیم شنید خبرهایی که داریم برای ما. طوفان آیرین، این طوفان آیرین که حسابی داره بلا سر امریکا آورده، البته شنیدم که داره میره به طرف شمال و داره میره به طرف کانادا. امیدوارم اون عزیزان هر کجا که هستن محفوظ باشن، ولی به امریکا خیلی ضرر زد. خیلی ضرر زد. من شنیدم حدود 40 نفر تا حالا کشته شدن. بله، خیلی از بیمارستان ها رو هم توی مثلا که نیویورک بود من داشتم نگاه میکردم، اونا رو من خالی کردن، مریضا رو بیرون آوردن، چون تو اون منطقه‌ای بود که این طوفان میخواست آسیب بزنه. و واقعا بعضی وقتا من فکر میکردم وقتی که اینجا زندگی میکردم، میگفتم اینجا خیلی زلزله میاد، خیلی خطره، چقدر خوبه که بریم یه جایی که خطر نباشه. و هر گوشه دنیا رو که نگاه میکنیم میبینیم یک خطر هست به هر حال. و خدا برای هر جایی بریم آسمون همون رنگه، چه فرقی نمیکنه. خب واقعا حفاظت خدا باید با ما باشه هر جایی که میریم. حفاظت خدا و قوت خدا که بتونیم این مسائل رو تحمل کنیم. آمین آمین، واقعا همینطوره. ولی با در واقع این زندگی زمینی ما، حالا هر کجا که هستیم، حالا بحث امروزمون هم در همین مورد اتفاقا، واقعا باید با خاطر جمعی و خیال راحت و به یه نحوی با تکیه به خداوند زندگی کنیم. بله. و از هر لحظه‌ای که داریم لذت ببریم. بله، چون که افی جان خیلی از مسائل زندگی ما در کنترل ما نیستن. درسته. مثلا برای نمونه حالا زلزله و سیل و این مسائل، مسائلی هستن که ما نمیتونیم اونا رو کنترل بکنیم. بنابراین دیگه اگه بخوایم همش تو نگرانی و ترس و آشفتگی زندگی کنیم که حالا چه بلایی سر ما میاد، کدوم شهر بریم که از بلا محفوظ باشیم، اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم. یکی یه سری مسائل هست که از کنترل ما خارج، واقعا باید به خدا بسپاریم. درسته. حالا یه خبر جالب از کشورمون، خانم فاطمه معتمد آریا، بهترین بازیکن زن در فستیوال مونترال شناخته شده و جایزه اول رو دریافت کرده. اسم فیلمی که بازی کرده من ندیدم هنوز، یا نمیدونم هنوز رو اکران اومده دیده شده. اینجا بدون من اسمشه، شنیدی؟ نه، فیلم این فیلمو جدید بازی کرده، احتمالاً باید جدید باشه، ولی به هر صورت مقام اول بهترین بازیکن زن رو دریافت کرده. و خدا رو شکر برای هنرمندا، برای این عزیزانی که افتخارآمیز هستن. واقعا بهشون تبریک میگیم، واقعا خدا رو شکر برای وجودشون. من خیلی از فیلماشون رو دیدم و واقعا هنرپیشه بسیار عالی هستن. افی جان میدونستی من هنرپیشه گرم دوست دارم خیلی زیاد، ولی هیچ وقت سعادت نشد من هنرپیشه بشم. بینندگان عزیز، به این خوبی داری هنراتو میریزی، به این قشنگی حتما شک ندارم. قبلا هم فکر کنم، نمیدونم بینندگان عزیز تا چقدر میدونن، یه سری تئاترای خیلی کوچیک بازی کرده بودم تو برنامه‌های مسیحی که خیلی پیغام‌های جالبی داشت و اینا، درباره مثلا زن و شوهر که چجوری با هم دعوا میکنن، چرا دعوا میکنن، اینجور مسائل خیلی دوست داشتم. ولی خب دیگه ولی همیشه یه قدم جلوتر میری، نقش زن و شوهرای لازم اینه که دعوا تو هنوز ازدواج نکرده، نقش زن و شوهر افیجا خودم آماده میشه. تجربه خوبیه. خوبه، خیلی خوبه، آدم اطلاعات کسب میکنه، آماده میشه برای دعوا در زندگی زناشویی. نه دعوا قرار نیست دعوا بکنیم، قراره که همش شادی و خوبی، و هر وقتم که مشکلی پیش میاد با صحبت و چی میگن افیجا، اینو همش حرفه، دعوا پیش میاد دیگه.
دعوا پیش نمیاد، اختلاف نظر پیش میاد، ولی دعوا من حالا شد... نمیشه مثلا دعوا کنی من با قابلا بزنم تو سرشو. خب اگه تونستی نمیشه باش. نزدیک بود یه راز رو فاش کنم همین الان، ولی خب نمیکنم. نه شوخی میکنم. بینندگان عزیز بی، ولی واقعا تبریک میگیم به خانم فاطمه معتمد آریا و همه فیلمایی که باشه. من میشناسیشون مثلا؟ بله خیلی فیلماشون عالیه، خیلی دوست دارم. حالا ما یک برنامه خواهیم داشت در مورد سینمای ایران در آینده مصممن. که خیلی در مورد این عزیزا صحبت خواهیم کرد. حتما. من یه خبر دیگه از ایران شنیدم، نوشته بود، نمیدونم حالا صحت داره یا نه، برخی از خونه های قدیمی آها. که جزو لیست بناهای تاریخی ایران بوده از توی اون لیست اومده بیرون و به محض اینکه این بناها از توی اون لیست میان بیرون خرابشون میکنن متاسفانه. و من خیلی ناراحت شدم چون یکی از این خونه ها اسمش هست معروف بوده به خونه امین السلطان، همون خونه ای بود که دایی جان ناپلئون رو توش درست کرده بودن. خیلی ناراحت شدم، گفتم حیفه این چیزها، خیلی قشنگ بود اون خونه، یاد خاطرات قدیم. اون موقع من یاد خاطرات بچگی، دوران بچگی مامانم میگفت تا خونه ها این شکلی بوده و حیفه که این ساختمون ها واقعا خراب بشه، نابود شه. قبلا دو تا ساختمون دیگه بوده جزو اینا که از زیر این لیست اومد بیرون و متاسفانه خراب شد، هر دوشون رو خراب من کردن. من نمیدونم چرا ایران حساسیت دارن به از بین بردن آثار تاریخی. برام عجیب بود، یکی از این خونه ها صاحبش این کارو کرده بود و برام خیلی عجیب بود که چرا این کارو کرد. ساختمون ها بناهای تاریخی، مثلا خانه پدری پروین اعتصامی خیلی قدیمیه این خونه، حیفه که اینا خراب بشه. پروین اعتصامی رو یادم افتاد، یه فیلم داشت فوزولی میکرد، معروف بود اون خانمه که فوزوله با چنگال میزد روی دیوار که مثلا سوراخ ایجاد کنه بشنوه صدای اون همسایه‌ها دارن چی میگن. پروین اعتصامی هم، پروین اعتصامی شاعر رو دارم میگم. من رفتم رو اون هنرپیشه، ببخشید بینندگان عزیز. من حالا به هر صورت به هر صورت امیدواریم که عزیزان، خود عزیزان، هموطنان عزیز از این آثار تاریخی نگهداری کنن. حیفه اگر صاحبش هستین خرابشون نکنین، نگه دارین، اینا واقعا یادگار قدیم هاست. بله افی جان، پس اون پروینه کدوم بود؟ منه کدوم هنرپیشه بود که تازگی هم بودم؟ پروینه ملکوت، نه نمیدونم اسمشونو واقعا. حالا ما بیرم دیگه زنی میزنیم ما بگی کنون هنرپیشه. خب بریم یک قسمت کوتاه رو ببینیم، برگردیم درباره موضوع این هفته با هم دیگه صحبت بکنیم، با ما باشید.
برگشتیم عزیزان، خیلی خوشحالیم که دوباره این سرود زیبا رو شنیدیم. من اگه بلونای عزیز رو دیده باشین تو این برنامه هست بلونای عزیز، بلونا جان. بله من خودم سورپرایز شدم یه جورایی، فکر نمی‌کردم این موزیک ویدیو رو پخش کنیم، ولی یه موقعی دیگه افی جان ما گیتار میزنیم دیگه، اون موقع جوان بودیم و اینا، جدی دیگه نمیزنیم، سنی ازمون گذشته. عزیزم میشنوید دیگه، با این حرفاش میخواد من خجالت بده، من میدونم. خب بینندگان عزیز، موضوع این هفته ما درباره ترس هست. همطور که میبینید مهمان بسیار عزیزی هم امروز با ما هست، ایوت عزیز با ما هست که به سوالات شما پاسخگو باشه. دوست داشتم قبل از اینکه سوالات خودمون رو مطرح کنیم، اول ایوت عزیز میتونه با بینندگان عزیز یک سلام و احوالپرسی داشته باشن. خودتون هم یه بار دیگه معرفی کنید. البته به شما سلام بدم، بعد به بینندگان سلام. بله، بفرمایید. سلام عزیزم، نفی جان سلام عزیزم. خیلی خوشحال هستم که دوستان با شما هستن و همچنین درود و سلام فراوان به دوستان عزیزی که امروز منو قبول کردن با دو تا دوست صمیمی با هم بشینیم و در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. البته ایوت عزیز یک بارم در برنامه ما در گذشته شرکت کرده بودن و خیلی هم بینندگان عزیز استقبال کردن از برنامه و شما واقعا به سوالاتمون خیلی عالی پاسخ دادین و استفاده کردیم. دوست داشتم قبل از اینکه سوالات رو شروع بکنیم یه مقداری درباره نظر خودم رو درباره ترس دوست داشتم. اینکه ترس من فکر می‌کنم خیلی موقع‌ها برمیگرده به فکر ما، طرز تفکر ما و حتی اگه جنبه روحانیش رو نگاه بکنیم خیلی موقع‌ها به ایمان و اعتقادات ما. بینندگان عزیز من فکر می‌کنم برمیگرده، چون که زمانی که ما وعده‌های خدا رو از یاد می‌بریم برای زندگیمون و قوت عظیم خدا رو برای کمک به مؤمنین و فرزندانش از یاد می‌بریم، این ترس در ما ایجاد میشه توی زندگی. وقتی که ما از یاد می‌بریم که در نزد خدا همه چیز امکان پذیر هست، این ترس ها در ما ایجاد میشه. ولی وقتی که وعده های خدا رو به یاد میاریم، اون موقع با جرئت میتونیم اعلام کنیم که قوت هر چیز رو دارم در مسیح که منو قوت میبخشه. امروز میخوایم درباره ترس صحبت کنیم و از لحاظ روانشناسی هم میخوایم این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم که بسیار عالی، بسیار عالی. فکر میکنم چه خوبه که زود شروع کنیم موضوع رو، چون معمولا آخر برنامه وقت کم میاریم، میخوایم همه بله. چیز رو در یه لحظه بگیم. مسلمه. پس بدون هیچ صحبت دیگه میریم سراغ برنامه. همچون که متوجه شدید از صحبتهای بلونای عزیز، بحث امروز ما در مورد ترسه، که این ترس چیه، از کجا میاد، به چه شکله، آیا مادرزادیه، آیا اکتسابیه، به هر شکل میخوایم اون رو کاملا مورد مطالعه قرار بدیم، البته توسط ایوه جان که خیلی هم ممنونیم دعوت ما رو قبول کرد اومد امروز تا بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم به طور خیلی عالی و با اون اطلاعات بسیار خوبه. ایوت عزیز، ایوه جان فکر میکنم اول خود رو در ترس صحبت بکنیم، اینکه ترس چی هست اون رو تعریف بکنیم. آمه. چجور در ما ایجاد میشه، بفرمایید. بلونا جان، افی جان، اگه بلونا رو نگاه میکنم خوشگله، اگه شما رو نگاه میکنم شما هم خوشگله، تر و زیباتر. فکر کنم بیننده های عزیز زیبا رو نگاه کنیم. حتما من اطلاعات زیادی جمع کردم، خودم تجربه خودم رو دارم و اطلاعات خودم رو دارم، ولیکن بهتر اینه که من هرچی که با DSM-4 یعنی که هرچی که روان پزشکان و روان کاوان میگن شروع کنیم. بله. و بعد از اون میریم هرچی که خدا میگه و تجربه خودم هم در اون میذارم مسلم. تا یه چیز بهتری در بیاد که بینندگان عزیز ما بتونم بهترین استفاده را از اطلاعاتمون بکنم. حتما. بسیار عالی. پس اگه یه مقداری میخونم بعد تعریف میکنم توضیح میدم، اینه که میخوام که درست همانند اونی باشه که خود روان پزشکان و روان کاوان میگن. بله. ما بدونیم که اونا چطور درباره این موضوع فکر میکنن. بسیار. پس طبق گفته های روانشناسان و روان کاوان و نوشته های DSM-4 که کتابچه‌ای که شما میدونید که استفاده روان پزشکان استفاده میکنن و روان کاوان که تشخیص بدن که طرف چه بیماری داره، پس ترس رو به این طور توضیح دادن. ترس یک واکنش احساسی و روانی نسبت به تهدید یا خطر میباشد. پس ترس یک احساس ناخوشایند می باشد ناشی از اعتقاد به اینکه خودش شخص یا شخصی که دوست داریم در خطر می باشد. پس این واکنشی که ما مادرزاد افی جان اینو داریم و این واکنش ها رو که خداوند در درون ما در زمان آفرینش گذاشته، اینو گذاشته که ما نریم خودمون رو بکشیم. بله. از بترسیم، فکر کنیم،
و این احساسات و روانی که در درون ما هست و به حالت یک انرژی در داخل بدن ما کار میکنن. درست برعکس و احساسات دوست داشتن، انجوی، لذت بردن، پس این ترس در درون ما وجود داره و به حالت یک انرژی در بدن ما کار میکنه. ترس یک انرژی که بدن تولید میکنه وقت و با باورهای مغزی یکی میشه. پس اول ما باید یه چیزو باور بکنیم و در و اون اگه بخوایم اونو باور کنیم، بدن ما باید اون احساسو تولید بکنه. اگه اون احساسو تولید نکنه، ما نمیتونیم اونو باور بکنیم. پس احساس ما که در قسمت مغز ما که میگن لیمبیک سیستم، اون احساسات وجود داره که اون لیمبیک سیستم که در داخل مغز ما وجود داره از قلب ما این احساسو میگیره، به طرف قسمت شناسایی و درک میفرسته. پس اگه ما در یک وضعیتی قرار بگیریم که احساس خطر بکنیم و خطر همیشه میره به طرف اینکه میخوایم بمیریم، یه چیزی اتفاق میفته که یا به جنون میریم، دیوانه میشیم، یا میترسیم که بمیریم. و در مورد این سوال من به شما باید بگم که یک احساسیه که ما فکر میکنیم که کنترل خودمونو نداریم و در این وضعیت امکان داره که آسیبی به ما برسه. چه جالب. پس یه مسئله شیمیایی اتفاق میفته تو بدن، که برای اینکه من یه نوه کوچولو دارم، حالا یه سالش شد، ولی این حتی شش تازه را افتاده بود، چهار دست و پا را بره، به بلندی که میرسید دستش که اینجوری میکرد که بلندی به سبب پله، بعد میدونه زیرش خالیه، نمیرفت جلو، میترسید. یعنی 6 ماهش بود، 7 ماهش بود. دانشمندان و کسانی که تحقیق کردن درباره ترس میگن که دو عامل بسیار مهم وجود داره که در مغز انسان از اون میترسه. یکی صدای بلنده، اگه یه دفعه صدای جیغ، صدای چیزی که بترسی ازش، و یکی هم پرتگاست، جای بلنده. این دوتا رو ما مادرزادی از اون میترسیم. صدای بلند چه اتفاقی تو مغز ما میفته؟ در صدای بلند که یه دفعه میشنویم، این شوکی که به مغز ما میرسه، موجهای مغز عوض میشه. ما در حالت عادی موجهایی که مغز ما درست میکنه به اون میگن الفا ویو یا تتا ویو. اون رو که تو مثلا تو راحت نشستی، پاتو رو پا گذاشتی، داری تلویزیون نگاه میکنی، یه دفعه تو خونه همسایه یه نفر جیغ میکشه، یا دیوار صوتی یه دفعه پاره میشه، یه هواپیما گذشت دیوار صوتی پاره میشه، چی شد چی اتفاقی افتاد؟ اوکی، چی میشه؟ موج انفجاری، صدای بلند، باعث میشه که امواج مغزی ما از حالت تتا ویو و آلفا ویو که به حالت موج دریا هستن، یه دفعه مثل نوار قلب میزنه. و این باعث میشه که اغتشاشات در درون مغز ایجاد بشه که شخص نتونه تمرکز بکنه. و یکی از ترسای ما از اینه که ما نتونیم تمرکز بکنیم. پس چقدر جالب، یه سری از ترس ها مادرزادی هستن. بله. مثل ترسیدن از ارتفاع و ترسیدن از صدای بلند. وقتی که صدای بلند میشنویم. بله. داشتم فکر میکردم که چقدر جالب که خدا یه کاری کرد اینا مادرزادی باشن، یعنی اینا رو در وجود ما گذاشته. بله. که ما رو از خطر حفظ بکنه، ما رو از خطر دور نگه داره. بله. چون مسلماً اگه این ترس در وجود ما نبود، این ترس خوبیه. خیلی موقع ما فکر میکنیم ترس بده، بعد از ترس هامون آزاد بشیم، بعد ببینیم که چه نوع ترس هایی هستن. بله. مثلا ترس هایی که ایبت عزیز گفتن، این ترس ها خیلی خوبه و در وجود ما ایجاد شده که ما بتونیم از خطر زندگی خودمون رو نجات بدیم و از خطر دور بمونیم. حالا یه خورده درباره انواع ترس صحبت بکنیم. حالا اتفاقا در این مورد من میخواستم یه سوال جنبی پیش اومد. من در حیوانات هم این رو میبینم. بله. یعنی یه همچی چیز رو در حیوانات هم هست، چون ما سگ داشتیم، وقتی که آژیر بمباران تو ایران میشد، این حیوانات میدوید از تو خونه، میخواست بیاد تو خونه، میومد میزد به در که بیاد تو خونه. حتی سگ ها امواج زلزله، امواج زلزله. بله. داخل. بله. زمین. اونا از اون امواج احساس میکنن که این موجهایی نیستن که سالم باشه و داره یه اتفاق میفته. بله. و اون ترس باعث میشه که حتی حیوانات خودشون رو از اون موقعیت خطر نجات بدن. من خیلی اینو تعجب کردم، گفتم نگاه کن خود. حتی در حیوانات هم این عمل هست که چطور به خاطر ترس از خطر دور میشن. بله. یا مثلا اگر شیر قران باشه، حیوانات دیگه مثل گوزنا اینا شروع میکنن به فرار کردن از قرش صدای شیر. بنابراین پس ترس خوب هم وجود داره. بله. ترس خوب اونه که مادرزاده در داخل تو وجود داره، واسه اینکه تو میخواد محتاط باشی. بله.
بله. ایوه جان خود درباره انواع ترس ها با هم دیگه صحبت بکنیم که چه نوع ترس هایی وجود داره و یه خود بیشتر توضیح بدیم درباره چه ترس هایی میتونه مضر باشه برای بدن ما، برای جسم ما، برای فکر ما. چه ترس هایی هم خوبه که گفتیم ترس های مادرزادی هستن. بله ترس و بالونا جان قبل از اینکه درباره ترس های مختلف صحبت کنیم، اول میخوام ترس رو به زبان انگلیسی میگم fear. fear یعنی چه؟ F-E-A-R false evidence appears real. That means fear. fear معنی میده. یعنی چی؟ یعنی شواهد غلط درست به نظر میرسند. بله. پس زمانی که شواهد غلط درست به نظر میرسند، اینا ترس های ناسالم هستند که ما اینا رو ما یاد گرفتیم. مثلا ترسیدن از زنبور. من خودم زنبور 4 بار منو نیش زده. منم یه بار نیشم زده. وقتی که من زنبور میبینم یه جایی که مثلا گل زیاد هست، از اونجا راه نمیرم، از این ور راه میرم که نکنه زنبور بازار من نیش بزنه. پس این ترسیه که من در مغز خودم یاد گرفتم و حالا چیکار میکنم؟ محتاط هستم و نمیخوام از یه جایی بگذرم که باز زنبور منو گاز بگیره. یه بار من هوا سر بود، بعد این زنبور اومده بود پشت شیشه، چسبیده بود به شیشه، منم رفتم نزدیک، گفتم بذار یه بار تو عمرم تو رو از اینجا نگاه کنم ببینم از تو میترسم یا نه. چه جرأتی کردی؟ چون پشت شیشه بود. پس اون شیشه باعث شد چی؟ که من خودم رو ببینم که من آسیب پذیر نیست، من خودم رو سیف ببینم. یعنی چی؟ یعنی در امنیت هستم و این احساس رو داشته باشم. ترس ها ایوه جا قبل از اینکه ادامه باور میکنی من پشت شیشه میترسم برم از نزدیک ببینمش، من اینجوری ترس تو اومده. خب بعد یه دونه بلونا جانو بعد از برنامه هیپنوتیزم کنیم. بله بله یه تراپی داریم در مورد. ولی خب مسئله معروفه، میگه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسن، چون واقعا اون اکتسابی شده اونجا. دقیقاً همینطوره. سوال شما چی بود؟ یه بار دیگه هم سوال بکنید. درباره دوست داشتم درباره نوعهای مختلف ترس صحبت کنی و اینکه کدوم ترسا خوبن و کدوم ترسا میتونن به ضرر ما تمام بشن، به جسم ما آسیب برسونن. باز دانشمندان تحقیقی که کردن، انواع مختلف ترسا وجود داره، ولی از نظر طبقه بندی میتونیم بگیم 5 نوع ترس هستن که بیشترین موارد رو دارن که روانکاوا و روانپزشکا در مردم میدن. اولین ترس، ترس شبحه، گست، که میبینیم بچه های کوچیک وقتی که میخوان برن تو اتاقشون شب بخوابن، از این مانستر، از این شبح، از این هیولا میترسن که وجودی نداره، وجود خارجی نداره، ولی که ما داستان های خیلی زیاد شنیدیم و اونو از اون میترسیم. بعد از اون از نظر درصد که گرفتن دیدن که وجود شبح شریر، evil spirit، که سالها سال و هزاران ساله که از اون میترسن و در حقیقت کسی اونو واقعا نده. درسته تو فیلم ها دیدیم، ولی واقعا با چشم دیده باشیمش چطوره، چه قیافه‌ای داره، نداره. فقط یک ترسیه که میگم باز اینم یک ترس مادرزادیه که در روح و روان ما وجود داره و در مغز ما وجود نداره. پس اون شخصایی که بیشتر در خانه های مذهبی بزرگ شدند میبینن که دانشمندان اونا بیشتر از ایول سپیریت میترسند. و شخص یک ترس دیگه ترس از مرگه. که من خیلی مریضای بسیار زیادی دارم که انقدر از مرگ میترسند و ریشه اون که میاد میبینه که بیاد اول میگه من میترسم که کانسر بگیرم، سرطان بگیرم، و همینطور میان و درباره این موضوع صحبت میکنن. نکنه مثلا یه نفر صحبت میکنه دست میزنه، نکنه من سرطان دارم. سو این یه ترسیه که شما، یه ترس خارجیه که به فکر می واسه این که میترسی که بدنت اگه این مرض رو بگیره خوب نمیشه، و این از نسل های قبل میاد که در درون ژنتیک آدم وجود داره، که اون موقع که مردم تیفوید میگرفتن، اون موقع که مردم بیماری هایی میگرفتن که زود میمردن، حسبه میگرفتن، زاتوریه میگرفتن و میمردن. پس روانکاو معروفیه که در سایکوآنالیست، روانکاو معروف به نام کارل یونگ، فکر کنم که میشناسین اونو. کارل یونگ میگه که نمونه های اولیهی که در درون ژنتیک و روحیه انسان وجود داره. مثلا تو خواب ما میبینیم که با یه خرس درگیر شدیم، مار تو خواب میبینیم میترسیم. چند بار در روز تو مار میبینی؟ من والا تا حالا مار ندیدم تو خوابم. چقدر میشه که عقرب بیا تو رو نیش بزنه ولی تو خواب نیش میزنه؟ چطور میشه که ما همچین خوابایی داریم که به حالت کابوس بده؟ ضمیر ناخودآگاه ما. بله، ضمیر ناخودآگاه ما اینا رو از کجا میگیره؟
کار یانگ سایکوآنالیست روانکاو میگه که این نوع خوابهایی که ما می‌بینیم که به حالت کابوس میاد و ما را درباره یک خطری صحبت میکنه که این خطر رو ما میگیریم، اینها از نظر ژنتیک 7 نسل از ما، از مادر و از پدر، کروموزوم‌های 46 کروموزوم ما، 23 تا از مادر، 23 تا از پدر، 7 نسل ما یه نفر رو عقرب گاز زده و این در ژنتیک ما قرار داره. از این 7 نسل این ژنتیک میاد، ما اینو توی خواب میبینیم در ضمیر ناخودآگاه ما، و اون شخصی که در این 7 نسل، میگه 100 سال پیش، 200 سال پیش، 30 سال، 40 سال پیش، ما نمیدونیم، اینی که توی داخل این ژنتیک این اطلاعات قرار داره، ما رو وقتی که یه چیزی میخواد اتفاق بیفته، یک نفر میخواد به ما بدی بکنه، اینو حس ششم، هفتم، هشتم ما میره برمیگرده، اطلاعات 7 نسل رو برمیداره و اونو شبیه عقرب به ما نشون میده، میخواد به ما بفهمونه که یه چیز بدی اتفاق میفته، که درد احساساتش همانند اونه که عقرب تو رو بزنه. منظورتون اینه که میتونن 7 نسل برن عقب؟ بله. یعنی به نسل هشتم نه دیگه؟ نه، 7 نسل. تا 7 نسل. در کتاب مقدس خدا من میگه 3 تا 4 نسل. منظورم اینه که مثلا ممکنه نسل سوم یه چه اتفاقی افتاده باشه، احتیاج نیست که حتما نسل هفتم باشه. بله. میشه نسل سوم. خب این چطور چی میگن میاد به این نسل، یعنی میاد به من، مثلا اگر نسل چهارم من یه کسی رو عقرب گزیده، چطور به من میاد؟ آیا به خاطر اون سمی که وارد شده و اون احساسات شیمیایی؟ ببینید، اون احساسات غریزه‌ای که در ژنتیک خودش گذاشته، مسئله اون سم نیست، اون احساسات و روان، اون واکنشی که نشون داده نسبت به اون عقرب یا به اون مار، اون واکنش داخل ژنتیک ما قرار میگیره. و به زبان انگلیسی میگن میوتید جین، یعنی ژنتیک عوض میشه. درسته. و اون ژنتیک عوض شده سالهای سال میاد تا اینکه همچنان که در کتاب مقدس صحبت میشه دربارش، که به وسیله کلام خدا میگه که من میخوام اینا رو از شما بردارم، این کرس ها رو از شما بردارم. به زبان فارسی کرس میشه چی؟ لعنت ها رو میخوام بردارم. پس ما پلوی روانکاو میریم، پلوی خداوند میریم. پس اون چیکار میکنیم؟ دلیل اونه که ما میخوایم اون لعنت ها، اون احساسات غریزه ای که در درون ما هست از اون برداریم. یه نفر رو میبینی که از داخل دریا شدن نمیترسه، قشنگ توی دریا میتونه شنا کنه، یه نفر میبینی اصلا تا لب دریا هم نمیخواد بره، میترسه. در نسل‌های قبل یه نفر خفه شده. ممکنه. و این در ژنتیک انسان اون واکنش غرق شدن رو هنوز وجود داره. حالا درباره من خودم بگم، دقیقا میتونم در رابطه این چیز فرمودین، من خودم از آب خیلی میترسم، از شنا کردن خیلی میترسم. الان که اینو گفتین برگشتم به این که توی خانوادهمون تا حالا شاید اینو اصلا بهم ربط نداده بودم، که شاید دلیلش اینه که از آب من اینقدر میترسم و اصلا نمیخوام شنا کنم، نزدیک آب نمیرم. خودم غرق نشدم، اونها اتفاقی واسه من نیفتاده، ولی خیلی از فامیلام بودن، یکی از فامیلامون توی دریا غرق شد و اصلا حتی جسدش هم پیدا نکردن و غرق شد و اصلا هیچ کس پیداش نکرد. حالا مثلا با اینه که اگر این نفر غرق شد، خب غرق شد، مرد دیگه، تو ژنش هیچ اتفاق نمیفته تو که به نسل بعدی بده اونو. نه، اونجا چجوری که غرق شد و مرد، حالت خفگی به دستش داد و اومدن نجاتش دادن، اون ترس درون اون مرد مرد، اون که مرده دیگه درباره اون سوال نمی‌کنه، واسه اون صحبت می‌کنه که در دور و برش بودن. ببخشید، منظور من اینه که وقتی که تو داخل دریا شدی، خفه شدی، این احساس به تو درس داد، بعد از اون دیگه داخل دریا نمیری، پیر شدی، ژنتیک داخل نسل بعدش رفت، نه، این طرف وجه نمرده، اون که مرده تموم شد رفت. پس اون دیگه که فکرشم نمیتونه، ولی فکرشو فکر کردم به این که طرف غرق شده میتونه روی تو تاثیر بذاره، بترسونه تو رو. بله، ولی واکنش غریزه‌ای که نسبت به اون در داخل قسمت مغزت که میگن آمیگدولا میره، که در ضمیر ناخودآگاه شماست، ضبط صوت ناخودآگاه شماست،
اونجا اون غریزه رو میره از ژنتیک در میاره، از جین ها در میاره، فکر میکنه که تو بعد درباره این چه فکر کنی. اگه من در نسل های قبل خودم کسی رو نداشتم که توی دریا غرق شده باشه یا خفگی داشته باشه، نگه مرده باشه تمام شده باشه، که اون واکنش رو در داخل ژنتیک من گذاشته باشه، شاید بگم خب طرف شنا بلد نبود مرد یا طرفی این اتفاق بهش افتاد. من غریزه درون خودم از خیالاتم نشون نمیاد. خیالات انسان که در قسمت آمیگدولای مغز ما وجود داره که درست پشت مغز داخل مغزه، در اون قسمت اون خیالات هایی که درست میکنه از غریزه های خودش درست میکنه. هر کس خیالاتی نداره که خیالات من با خیالات شما خیلی فرق داره، چون ژنتیک من با ژنتیک شما فرق داره. میتونه این مثلا شما صحبت کردید که اگه یکی که سرطان داره ما وقتی که نگاش میکنیم فکر میکنیم که او منم سرطان نگیرم حالا بمیرم که ترس مرگه، آیا بیدانشی نداشتن اطلاعات میتونه اون ترس رو بیاره؟ دقیقا اینطوره. وقتی که شما من مریضای خیلی زیادی دارم که میان، مخصوصا خانوما که فکر میکنن که سرطان سینه دارن و همیشه درباره این موضوع صحبت میکنن و ترس درونشون هست و همیشه در حالی که اینن که خودشون رو چکاپ میکنن که ببینن هر روز که هست یا نیست. این از چی میاد؟ غریزه اصلی از بودن احتیاط زیاد و نگرانیه. پس ریشه اصلی این وضعیت چیه؟ احتیاط و نگرانی بیش از حده. یه سری از ترس ها رو من توجه کردم که اکثر ما انسان ها داریم، تجربه میکنیم. مثلا ترس از مریض شدن یا ترس از مرگ، همطور گفتید، ترس از دست دادن مثلا شغلمون، کارمون، یا ترس از تنهایی. یه سری ترس هست که شاید همه ما اونها رو تجربه میکنیم. این چیزایی که شما توضیح دادین درباره همه این ترس ها صدق میکنه. بله عزیزم، من میخوام این قسمت رو واسه شما توضیح بدم که بهتر بفهمین که کدوم ترس چه نوع ترسیه، ترس های مختلف چطور باید تقسیم بندی بشن. ترس ها به زبان انگلیسی و فارسی، کوتاه انگلیسی میگم و بعد به فارسی هم ترجمهش میکنم، میگن به دو دسته تقسیم میشه. ترسی که وجود خارجی داره، مثلا ترس از سگ، ترس از گربه، ترس از یه چیز پشمالو، ترس از هواپیما. اینا ترسایی یاد گرفت. اینا ترسایی هستن که غریزش در درون ما هست ولی ما به مغز خودمون یاد دادیم که از اون بترسیم. پس واکنش و احساسات ما با غریزه ما یکی میشن و اون انرژی که در درون ما درست میشه از اون باعث میشه که ما داخل هواپیما نریم. واسه همینه که میگن که برین هیپنوتراپی، برین روانکاوی، تمام این کارا رو بکنین تا کم کم شما اون غریزه رو جدا کنین و بتونین شناسایی داشته باشین که دلیلش چیه. وقتی که دلیل رو فهمیدید و با دلیل تجربه رو همینطور تکرار کردید، دیگه از اون ترس میایم بیرون که من الان صحبت میکنم که این چطور اتفاق میافته درون مغز. بعد قسمت دوم ترسی که ما داریم internal fear، یعنی ترس درونیه. ترس درونی چیه؟ ترس درونی در ترسای روانی و روحی هستن که ریشه از کودکی دارن. این ریشه روانی که از کودکی دارن به اون تا تبدیل میشه که وقتی که ما از نظر بدنی اونطور خلق شدیم، خداوند ما رو اونطور خلق کرده که ما با محبت، با احترام پر بشیم و همچنین با نصیحت‌های درست، با صحبت کردن، افکار نیک، پندار نیک. پس اگه وقتی که یک بچه بزرگ میشه، این شخص داره بزرگ میشه و در زمان بزرگ شدنش اون احترامی که باید به او قائل بشه قائل نمیشه، اون پرخاشگری ها، اون تهدیدهایی که در زمان کوچکی به بچه میشه، این شخص در مکانهای مختلف بدنش نسبت به واکنشهای مختلف، چون که عشق و محبت درونش نبوده، جای اون چی میذاره؟ ترس میذاره. مثلا من یک مثال میذارم واسهتون از یک روانشناس بسیار معروفی به اسم ویرجینیا ساتیز که واقعا روانشناس واقعا بذارم که unbelievable، یعنی واقعا حرف نداره، باور نکردنی هستن. میگه وقتی که داری به یه بچه میخوای تربیت بکنی و اون تربیت که میکنی، برای یک لحظه خودتو جای اون بچه بذار. خواه چه کار کنی؟ ببین من الان وای میسم، تو فکر کنی دختر بچه 6 ساله هستی،
معصوم و منم مامان تو هستم. حالا من وایسادم به این حالت دارم با تو صحبت میکنم و دارم اینطور پرخاشگری میکنم به تو. ببین سه تا انگشت داره به طرف من میاد، یعنی سه تا غلط من خودم دارم میکنم، اشتباه خودم میکنم. این انگشت که به این حالته و تو از من کوچیکتری، منو مثل چی میبینی؟ مثل یه مانستر میبینی، یه هیولا، یه غول میبینی و از من میترسی. و این تهدیدی که در اون موقع میکنم، اون انرژی تهدید و خشونتی که دارم به تو منتقل میکنم، دارم تو رو تهدید میکنم، چه اتفاقی میفته؟ انرژی قلب اون بچه شروع میکنه به کاسته شدن و جای اون انرژی چی میاد؟ ترس میاد. و ما خودمون به عنوان یک مادر، به عنوان اونی که ما بچه رو داریم بزرگ میکنیم، اولین شخصی هستیم که ترس رو داخل این بچه میکنیم. اتفاقا یکی از سوالات ما درباره همینه، خوبه که الان دربارش صحبت کنیم که آیا خوبه که پدر مادر برای اینکه بچه ها رو از یه سری خطرها دور نگه دارن، این ترس رو در اونها ایجاد کنن که الان دارین شما توضیح میدین، چه نتایجی میتونه داشته قبل باشه؟ قبل از اون من یک سوال، پس اینی که الان شما توضیح دادین اینه که ما اون کمبود اعتماد به نفس و کمبود حرمت نفس رو تو بچه‌ها به وجود میاری و به خاطر نداشتن اون بزرگ که میشه همینطور ترس رو دنبال قدرت میکنه. قابلیت ها رو از دستشون میگیریم. درسته، همون اعتماد به نفس رو ازشون میگیریم کاملا. با پرخاشگری، با تهدید، با ترسوندن. درسته، این چیز مفیدی نیست. نه، اصلا وقتی بچه‌ها رو میترسونی پس نه. چطور میتونی مثلا بچه‌ها رو از خطر، مثلا افی جان داشتین یه مثالی میذارین درباره نوتون که گفتین از مثلا ما میخواییم که از کنار آتیش نره نسوزه، ولی مثلا از آتیش نمیترسه. شما با بچه با منطق صحبت میکنید، درسته، بهش میفهمونید که این اتفاق خواهد افتاد. من میخوام یه مثالی به شما بیارم، یکی از مریضای خودم هست. این مادر تمام زندگیش با این بچه با پرخاش و تهدید و ترس دیسیپلین کرده، یعنی تربیت داده. در این وضعیت که درباره چه موضوعی چیزی که خودش ازش ترس داشته، استفاده از مواد مخدر، پسر 22 ساله اومده داخل آفیس توی مطب و داره از وضعیت که واقعا تأسف آوره صحبت میکنه. مادر میگه که من تمام سال تو زندگی به این بچه‌م صحبت کردم، گفتم که اگر مواد مخدر ورداری میمیری، اگر مواد مخدر ورداری میمیری. این پسر در سن 18 سالگی میاد چیکار میکنه؟ با دوستاش که جمع میشه میان که اگر میخوای رسوا نشوی هم رنگ جماعت باش، که دوستاش مسخره نشن، میان به این پسر بیچاره ماریجوانا هشیش تعارف میکنن. پسر میاد ور میداره. پسر مامابز بو، یعنی با تربیت مادری بسیار زیاد در زیر عاطفه مادری زیاد و کنترل مادر بزرگ شده، تا میاد این هشیش رو ور میداره، از ترسش که باید بمیره به حالت وحشت و بعد به جنون میره. و 2 سال این پسر بیچاره روی سرکویله، انتی سایکاتیکس، یعنی دواهای جنونی. و نمیتونه این ترس رو از بدنش بیرون بکشه، چون واقعا یک باور بسیار قوی و روانی و روحی از کوچکی مادرش درون اون گذاشته که اگر مواد مخدر رو ورداری میمیری. پس این مادر بعد از اول چطور صحبت میکرد؟ به اون میفهمود میتونه فیلم ها وجود دارن، کلاس ها وجود دارن، تو نباید ترس خودتو منتقل به اون بچه بکنی. کاملا درسته. و یه چیز دیگه اتفاق میفته، همین مثال، اون پسر میره و اون به اصطلاح حشیش رو استفاده میکنه و میبینه نمرد. بله. بعد میگه یک مادر دروغگوی دارم. دقیقاً. این که... سوال، این جواب دوم من بود. مادر من دروغگو بود. کاملا. تمام این وقت مادرم به من دروغ گفت. حالا بعد از اون مادر هر چی بگه پسر باور نمیکنه. میگه تو دروغگویی. درسته. مادر خواسته که مثلا پسرش رو از مواد مخدر و خطر دو نگه داره، ولی با طرز گفتنش. ولی چقدر قشنگ میشه تو همین مورد مثلا به بچه‌ها گفت که خطرات ابتلا به این، معتاد شدن به این مواد، چه خطراتی در آینده در پیش خواهد داشت. بلد. خطر خواهد داشت حتما. با صداقت باید با بچه حرف زد به نظر من، با صداقت و راستی که مواد دلید. مخدر میتونه این نتایج رو در زندگیت به بار بیاره. حال تصمیم با خودته، میخوای آیندهت اینجوری بشه یا نمیخوای. و نه اینکه دیگه یه کلاغ چل کلاغ ما میگیم همیشه میکنیم. من خیلی جالب بود برام، البته خب ترس از مرگ احتمالاً یا ترس از بیماریه، ولی به هر صورت یک تابلوی هست اگر تو سنمانیکا رفته باشین نوشته مثلا امروز بر اثر کشیدن سیگار چند نفر مردن. بله. و پسر من از دیدن اون تابلو
هیچ وقت تو زندگیش سیگار رو امتحان نکرده تا حالا که 26 سالشه و اون تابلو بهش چیز داده بود. واقعا تربیت بسیار عالیه که اجتماع از اون استفاده میکنه. همچنین در شهر ما که من میبینم که نزدیکای دبیرستان ماشینای تصادف شده رو میذارن که نشون بدن که سرعتتون رو نگاه کنین، مواظب باشین که تصادف این اتفاق به شما هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی شما استثنا نیستین. یعنی ببینن با چشم قشنگ ببینن و بفهمن، لمس کنن. ولی بعضی وقتا هم که بچه ها همیشه فکر میکنن که نه این اتفاق برای من نمیفته، این مال اون بوده. حتی ما بزرگا هم اینجوری فکر میکنیم بعضی موقع که این اتفاق واسه من نمیفته، واسه اون افتاده. حالا این ترس، خود ترس با فوبیا چه جوریه رابطهش؟ اوکی. حالا میخوای یا موضوع خودتون رو ادامه بدیم بعد به این بریم؟ نه مسئله نیست، همین موضوع ما داشت شروع میشد همینجا میشد. دارم ادامه میدم. ترس انواع مختلف داره. ترس اولی که گفتیم ترس مادرزادیه که احتیاطه، که وقتی که ما احتیاط رو بیش از حد از اون استفاده میکنیم باعث میشه که نگرانی در داخل وجود ما شروع به رشد بکنه و آدم به زبان میگن worry، نگران میشیم. بعد از اون میاد فوبیا. فوبیا یعنی انزجار. یعنی چی؟ یعنی از اون که ترسی که تو از جایی به خصوصی ترس داری، به زبان یونانی آگوروفوبیا میگن. یعنی که از چی؟ از مارکت پلیس، از جاهایی که میخوای بری، مثلا رستوران، از جایی که میخوای بری بازار میترسی، از جاهایی که مردم زیاد وجود دارن میترسی. بعد اینها باز به دو دلیله، یا اتفاقی واسه تو اونجا اتفاق افتاده که دیگه نمیخوای برگردی اونجا، یا اینکه از نظر غریزی تو به حالتی هستی که به خاطر محتاطی زیاد در بدن تو اوکی و تصورات و خیالات بیش از حد باعث میشه که بدن وجود مغز تو این احساس را درست کنه، این واکنش مغزی که تو آگوروفوبیا یا آکوافوبیا یعنی از آب میترسی، این فوبیا شروع میشه. بعد از فوبیا سوالی دارین؟ نه ما خواستم بگم اون قسمت آکروفوبیا ترس از آب. بعد از اون پارانویا میاد. پارانویا یعنی ترس را به حالت عاطفی توضیح میده. پارانویا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ترس در درون ضمیر ناخودآگاه تو میره و در اونجاست که ترس دیگه حالت یاد گرفتش نداره و حالت اونو داره که داره روح و روان تو رو زجر میده. وقتی که تو داخل پارانویا میشی در اون موقع سیمتوم داره، یعنی نشانه هایی داره که اون موقع که وقتی پلو روان کاو یا روان پزشک میری چی میشه؟ به تو میگن که تو پارانویا داری. پارانویا پرسونالیتی دیزوردر یعنی چی؟ یعنی تو همینطور این احساسات و این واکنش ها دیگه از حالت نرمال خودش در اومده و این حالت به صورت طبیعی 24 ساعت در درون تو هست. بعد به تو چی میدن؟ دوا میدن، میگن برو دایاسپام بردار، چیه؟ زاناکس بردار، از اینا بردار. ولی اینجا من یه توضیح کوچیکی میخوام بدم که بسیار مهمه که این اطلاعات وقتی که ما داشته باشیم بهتر میفهمیم و درکمون نسبت به ترس و پارانویا بیشتر میشه که چه اتفاقی در درون مغز ما انجام میشه. ببینید، اول اون احساس و اولین بار این واکنش رو در درون ما، قلب ما درست میکنه. بعد از اون داخل قسمتی از مغز ما میشه که به اون قسمت مغز که در داخل وسط مغز اون بهش میگن آمیگدولا. اون قسمت کوچیک آمیگدولا ضبط صوت احساسات و عواطف ما و خیالات ماست. وقتی که این قسمت مغز ما دکمه قرمزش روشن میشه، 21 قسمت از مغز ما که در مورد آگاهی احساسات درست کار میکنه تماما بسته میشه و ما در داخل غریزه نجات یافتن میمونیم. هر کاری میکنیم که تمرکز داشته باشیم، هر کاری میکنیم که بگیم بابا اینا تمام خیالاته، بابا اینا دروغه، درست مثل این که در اون احساس زندانی میشیم، اون احساسی که اولین بار داریم. بعد وقتی که در اون احساس مکررن میمونیم چندین و چندین بار چی میشه؟ شخصیت درست میکنیم از اون. پس اون شخصیت ترسو رو درست میکنیم. اون شخصیت ترسو در کجا زندگی میکنه؟ درون آمیگدولا زندگی میکنه. شخصیت های اصلی ما در قسمت بالای مغز زندگی میکنن
ولی شخصیت ترسوی ما که با غریزه ترس و با هورمون‌های استرس کار میکنه، یعنی کورتیزول هورمون کار میکنه، در داخل قسمت آمیگدولای مغز زندگی میکنه. واسه همینه که یه نفر حتی نزدیک به 1 سال تا 2 سال درون آمیگدولا زندونه میمونه و نمیتونه اون 21 قسمت مغز دیگر رو باز کنه. و چی میشه؟ میره سری نزدیک دکتر، میگه من این احساس رو دارم، اونم میگه که هیچ مسئله نیست، من به تو چی میدم؟ دایازپام میدم، بنزودایازپام میدم، زنکس میدم که از این وضعیت در میای. چی اتفاق میفته وقتی که طرف این دوا رو برمیداره؟ این دواری که تو برمیداری آمیگدولا دریچه رو باز میکنه، اجازه میده که تو قسمت بالای مغز بری و اون احساسات قبلی رو داشته باشه که احساس امنیته. ولی وقتی که ما از این دارو میایم بیرون، این دارو یعنی ویدرو افکت میکنه، یعنی اون کاری که بعد عملی که انجام میده دیگه انجام نمیده، دارو تو مغز تو تموم شد، یه دفعه تو رو ساکشن یعنی میمه که داخل مغز قسمت آمیگدولا، اونجا تو رو نگه میداره و اون ترس رو 2 برابر میکنه. پس شما خب پس بهتره که داروها رو استفاده کرد یا نه؟ ببین. و تا چه مدت بعد این داروها رو ادامه داد؟ پس داروها رو تو وقتی میگه که دکتر به شما میگه که این دارو رو باید هر 8 ساعت استفاده بکنید، به مدت 3 ماه خواهش میکنم هر 8 ساعت استفاده بکنید. و در اون موقع به روانکاو و روانکاوی میری و یا هیپنوتراپی میری و یاد میگیری. پس بعضی موقع وقتی مریضا پلو من میان میگه که آره به من زنکس داده، ولی من زنکس رو نصف میکنم، نصفش رو برمیدارم یا برداشته 3/4 رو برمیدارم. خودمون دکتری میکنی؟ خودمون دکتری. خودمون به خاطر ترس از اعتیاده، اونجا یه ترسه. دقیقاً ترس از اونه که شنیده من معتاد این دوا میشم. ولی کن اگه این دوا رو به درستی استفاده میکردی و در اون 3 ماه زود میرفتی و روانکاو میدیدی یا هیپنوتراپیست میدیدی و صحبت میکردی که من از چی دارم میترسم، چه وضعیتیه، و ایشون شما رو کم کم یاد میدادن قبل از اینکه 21 روز تا 6 هفته طول بکشه که تو یه شخصیت ترسو رو درست بکنی، تو از اون آمیگدولا از اون ناحیه مغز میومدی بیرون و کم کم به وسیله روانپزشک و روانکاو تو از اون ترس خارج میشدی. ولی که ما این عادت که... داریم که 3 سال برمیداریم، هی نفس میکنیم میترسیم، هی نفس میکنیم میترسیم. بعد وقتی که این دارو پس قطع میشه دیگه طرف یاد گرفته بله. که چطوری با این ترساش مقابله بکنه در طول این مدتی که روانکاو دیده، با روانشناس صحبت کرده بله. و اینا باید بر طبق همون هیپنوتیزم یا بایو فیدبک اینا باشه. ببین نیورو فیدبک بایو فیدبک هم الان شما صحبتشون رو کردین. نیورو فیدبک بایو فیدبک این ماشین چی کار میکنه که میرن روانکاو از اون استفاده میکنن؟ اطلاعاتی که در قسمت راست مغز شما نوشته شده از قسمت راست به طرف قسمت چپ میبرن، چون قسمت راست احساسات عواطف شماست، قسمت چپ شما منطق شماست. پس این ماشین به شما کمک میکنه که این احساسات رو جابجا میکنید و در زمان جابجا کردن وقتی که یاد میگیرین چطور جابجا بکنین، مغز شروع میکنه به اون موجهای درست رو تولید کردن که شما نمیترسید. چون وقتی که ما در زندان آمیگدولا هستیم، 24 ساعت مغز ما گاما ویو یعنی موجهای گاما درست میکنه که مثل نوار قلب میمونه. همینطور در وحشت هستیم. حالا برای اینکه به ایوه جان یه استراحت کوچیک بدیم، یه تلفن رو میگیریم. عزیزی تلفن کرده. حسین عزیز روی خط هستید، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام عزیز، حسین هستم از ایران، میخواستم صدا ما رو پخش زنده پخش مستقیم پخش کنید. رو پخش مستقیم هستید، بفرمایید. بالا ما که دارم برنامه تون رو میبینم، چیزی متوجه نمیشم. برنامه محبت نیست؟ چرا، برنامه محبت، برنامه زن امروز. شما هم روی خط هستید، بفرمایید. حال شما خوبه؟ خدا رو شکر، بفرمایید. الو، بفرمایید. صداتون قطع هستید. شما خوبه؟ حسین هستم از ایران. بفرمایید. از کردم خدمتتون که من 8 سال ازدواج کردم، اعتبار خاصی تعریف مریم داره خانومم و تا حالا خدا منو بچه نداده. از شما و تمامی همکاران محترم میخوام که در این مورد برای من خیلی دعا بکنی که
خدا ما رو اولادی بده، خصوصا دختری بده، دوست دارن مریم باشه اسمش. آمین. خیلی خوب، خیلی خوب دعا میکنیم برای شما. ما اسمتون رو یادداشت میکنیم و دعا خواهیم کرد. از همه عزیزانم میخواییم براتون دعا کنم. دست شما درد نکنه. ممنون، تشکر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. اوکی. خب من یه خورده خیلی علمی شد. نه آخه اگه علم ما نمیدونی بعد الان میام تو احساسات شما. اگه همه اطلاعات داشته باشیم اینقدر ترس ما رو نمیگیره. کاملا. وقتی که تو میدونی چه اتفاق میفته، بعد وقتی که به تو کمک میکنن میفهمی که چطور باید این یاد گرفته شده را بایگانی کنی توی مغز، توی روح روح. من الان خودم رو مثال بزنم جلو بیننده های عزیز. من واقعا از هواپیما میترسم، ولی وقتی که لازمه سوار میشم. بله. و میرم و میام، ولی همیشه یه دلهوره‌ای براش دارم. اون آیا احتیاج هست که؟ بله، اون احتیاج به یادگیری داره. شما میرین و ریشه اون روانی و روحی اونو میفهمین که درون شما چه غریزه‌ای وجود داره که از این پرتگاه میترسین، چون که پرتگاهه. درسته. وقتی داخل هواپیما میشه. درسته. همیشه میگه پسرم، میگه مامان، خیلی علمی به من صحبت میکنه، میگه ماما اینجوری میشه اونجوری میشه. ببین تو چقدر راحت میری سوار ماشین، میری اینور اونور با سرعت یا به هر شکل، چقدر درصد مرگ با ماشین زیادتر از هواپیماست. تو وقتی این رو محاسبه کنی اینقدر نمیترسی از هواپیما. ولی من محاسبه رو میکنم، میدونمم که خیلی خطرش کمتره و امنیتش بیشتر، ولی با این حال قبل از رفتن یک دلهوره ای دارم. پس اون رو باید برم حتما. بله. خدمت خانم ایوه. بله. یه دونه درباره کورتیزول صحبت کردی که استرس هورمون هست. بله. درسته، کورتیزول. وقتی که ما این ترس در ما ایجاد میشه، من خوندم که مقدار این کورتیزول زیاد میشه. بله. درسته. بعد چه علائمی میتونه داشته باشه توی بدن ما وقتی که این لول کورتیزول میره بالا؟ اوکی. توی برای جسم ما در حالت طبیعی ما به یک مقدار کورتیزول احتیاج داریم که در روز کارامون رو بکنیم، هیجان زده بشیم، محتاط باشیم، تمام ایناست. در کورتیزول قسمتی که در بدن وجود میاد، در قسمت‌های بالای کلیه دو تا غدتی وجود دارن به نام آدرنالین که در اونجا اون ماده درست میشه. در حالت طبیعی که شما ترس ندارین، به جای کورتیزول بدن باید چی درست کنه؟ یک ماده به نام DHEA. این ماده رو بعد درست کنه. بعد DHEA رو من این داستان رو میخوام تو کوچولو تعریف کنم یک مقدار کم که بفهمید چه اتفاق میفته. این DHEA وقتی آدم طبیعی و نرماله میره توی داخل تیروید ما. میره اونجا میگه بچه ها چی دارین اونجا خوردنی من بخورم؟ بعد برم مغز، بعد اونجا بگم که مثلا چه حال و احوالی داشته باشن، چه احساسی داشته باشن. وقتی که تیروید درست کار میکنه میگه خیلی خوب، تو دوست داری من به تو T3 میدم، T3 میدم، T4 میدم، اینا رو بهت میدم، تو اینا رو وردا ببر بالا. میرم بالا مغز با هم اولین جایی که برخورد میکنه قسمت غده پیتوتریه، میگه که سلام علیکم، حال شما چطوره؟ من DHEA هستم، رفته بودم خونه تیروید، اونجا به من T3 دادن، T4 دادن، حالا من اومدم اینجا. حالت زنجیره شما چی دارین بدین؟ میگه به 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 چه هورمونای خوشمزه‌ای دارین، حالا که شما حالتون خوبه منم به شما سراتونین میدم. چه خبره تو بدن ما؟ بله، اینا همه اتفاق میفته. منم به شما سراتونین میدم که هورمون عشق، به شما گبا میدم که هورمون آرامشه، به شما دوپامین میدم که هورمونی باشه که تمرکز خوب داشته باشید. اینا رو ور می‌داره می‌بریم پلوی کجا؟ می‌بریم پلوی هیپوتالاموس، غده‌ای که تمام مغز رو کنترل می‌کنه، یعنی سیستم تمام تمرکز و اینا تو دستشه. میگه شما چی دارین؟ میگه من اینا رو دارم. میگه و خوش اومدین، صفا بردین، حالا که این تازه غذای خوشمزه ایدی رو بردین، منم همه رو میدم به مغزتون، شما از هر کجای مغزتون دوست داری استفاده بکنید. خب بدن که خودش این کارو که داره میکنه، یعنی کاملا مبارزه داره میکنه با این مسئله. حالا بذاریم برعکسشو بگیم. اوکی. حالا من آدمی هستم که تمام اینا چطور اتفاق میفته؟ سلیمان نبی میگه چی؟ انسان از افکارش شکل میگیره. افکار ما مثل یک رادیو هستن. تو فکر کنین یه رادیو رو گذاشتین و یه موجی که شما همیشه دوست دارین وقتی میذارین، هر جای دنیا این موجو بذاری این رادیو میگیره. پس موجا کجا بودن؟ بیرون بودن. این بیرون اومدن. مغز ما، وجود ما آنتن داره که این انرژی ها رو میگیره. سو هر چه فکر میکنی، هر چه رو عکس العملی که میکنی، موجش در بیرون وجود داره. این انرژی داخل میشه، داخل انسان میشه. وقتی که داخل این انرژی داخل انسان میشه، میره
باز همون سلسله مراتبه. تو آدم وسواس و عصبی هستی، انرژی های عصبی رو میگیری. تو اگه فکر کرده باشین، میبینی اون روزا که عصبی هستی تصادف میکنی، تو ترافیک میمونی، با رئیس دعوا میکنی، تو خونه میاد همه به سلسله مراتب اتفاق میفته. چرا؟ چون از اول با این انرژی شروع کردی و هر جا که این انرژی هست میری میگیری. حالا چی میشه؟ حالا که ما استرس، آدم محتاط شده، آدم نگران شده، آدمی که استراب و تشویش داره، چی تولید میکنه اون قدرت آدرنالین؟ میاد چی؟ کورتیزول درست میکنه دیگه. اون کورتیزولی که باید یکم درست میکرد که صبح سرخیز باشه، جاش داره مقدارش شده بالاتر شده. وقتی که بالاتر شده مقدارش چی میشه؟ وقتی که میاد به دیشیه میگه شما خواهش میکنم اینجا نرین سفر، طرف اخلاقش مضطرب، نگران، وسواس، عصبیه. این اخلاق دیش ایه نمیخواد، این اخلاق کورتیزول میخواد. من میتونم قشنگ از این آقا تکر کنم. چی میشه؟ میره بالا، کورتیزول میره بالا، میرسه به تیروید، میگه که ببخشین شما چی دارین اونجا به من بدین، من میخوام برم بالا. تیروید نگاه میکنه میگه اوه شما اینطور هستین، خب من اصلا هایپر تیروید میدم، اونایی میدم که تیروید پرکار رو به تو میدم. پرکار که استرس با استرس چی میکنه؟ بایند میکنه، یعنی میچسبه. میرن بالا، میرسن به پیتوتری گلاند، میگه سلام علیکم، حالا شما چطوره؟ خوبه؟ میگه خیلی ممنون، شما چی دارین امروز غذا خوردین؟ میگه من هورمون استرس دارم، هورمون تیروید بالا دارم. اوکی، شما به من چی میدید؟ میگه آ اینا رو داری، من به شما هیچی نمیدم. چرا خسیس؟ چرا نمیدی؟ میگه تو با استرس اومدی، چرا من تو رو خوشحال بکنم؟ من تو رو خوشحال نمی کنم. سراتونین میخوای؟ به اینقدر بد میدم. دوپامین میخوای؟ اینقدر میدم. گبا میخوای آرامش داشته باشی؟ اینقدر بیشتر دارتو نمیدم. چی میشه؟ میره هایپوتالاموس. هایپوتالاموس نگاه میکنه میگه چی داری خوردنی؟ میگه استرس هورمون دارم خوردنی، تیروید پرکار دارم خوردنی، اینقدرم به من نسبه به من چیز دادن، سرطانی دادن. میگه راست میگه، خب پس با موجای عصبی میندازیم توی مغز این بابا. چی میشه؟ طرف حالت استراب میگیره. پس به مرور زمان کورتیزول چی میکنه؟ بدن رو کنترل میکنه، کنترل میکنه یه و آدم عصبی ترسو نگران درست میکنه. پس ما باید تمام اینا رو کم کم درست کنیم. ولی واقعا چقدر جالبه صحبتی که ایوه جان کردن در مورد اینکه ما کسب میکنیم. بله. افکار ما کسب میکنه. من داشتم یک آمار رو نگاه میکردم، مؤسسه آمارگیری گالوب که همه میشناسین، خیلی هم معتبره، از افراد بین 13 تا 15 ساله بله. این رفت صحبت کرده و ازشون پرسیده بوده که بزرگترین ترس شما چیه. الان چون موقعیت دنیا به هم ریخته و جالب بود برای من، میگن بزرگترین ترس اینا شماره یک حمله های تروریستی بوده. بله. چون الان توی دنیا هستن دارن کسب میکنن، بعد دیگه رفته سراغ عنکبوت و مار رو نمیدونم بازنده بودن و جنگ و خشونت و جنگ های اتمی. بله. یعنی تمام اون چیزی که تو جامعه داره میگذره اینا کسب میکنن. ریشاش چی هستن؟ رسانه های خبری. درست. ترس از رسانه های خبری. تو داری چیکار میکنی؟ داری گوش میکنی، میشنوی این اخبارها رو، داخل خیالاتت میشه، غریزه تو بر میگرده به جنگ، به نسل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، اون خیالات رو درست میکنه، ترس شروع میشه و واقعا اونا باعث این ترس میشن. یعنی بعضی وقتا فکر میکنم اصلا مقصودشون اینه. بله. که این ترس و وحشت رو بیاندازن تو تن آدم ها، تو فکر آدم ها. و همین اقتصاد جهان همین الان. درسته. ریشه اصلی اون ترسه. درسته. مردم رو با ترس دارن کنترل میکنن و مردم به خاطر ترس پول رو از بانک میکشن بیرون. تمام اینا چی اتفاق میشه؟ یه ماس میدیا فیر، ترس های رسانه‌ای. بله. بریم یه استراحت کوتاه بکنیم، برگشتیم یه خود درباره این صحبت کنیم که چطور میشه این تاثیر کورتیزول رو از بین برد. من شنیدم که یک هورمونی هست به اسم اکسیتوسین که اکثر کارهای این کورتیزول رو خونسا میکنه، هورمون عشق. دقیقاً خودم اون صحبت کنیم و چه راههایی میتونیم استفاده کنیم که ترس های ما یه مقدار کم بشه. بریم عزیزان یک ویدیو میبینیم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. تنها و غمین بودم و غرق گناه خیش، آمد به دلم ناجی جان، مونس جان شد. ز آه سحرم ناله شب اشک روان بود، او شست و مرا محرم اسرار نهان شد. برداشت پریشانی شبهای دراز و غم دل را،
برداشت پریشانی شبهای دراز و غم دل را، آورد همه شادی و غمها همه در شد. بگرفت غمم بار بر دوش خود افکند، بگرفت غمم بار بر دوش خود افکند، شادی و خوشی داد به من بار کشان شد. گفتا به من آروی تو را نور جهان باد، گفتا به من آروی تو را نور جهان باد، رفتم به رهش وای دلم نور جهان شد. ایمان به رهش، دل به کلامش و به روحش، آزادگیش راه ورودم به جنان شد. خاری به سرش، نیزه به پهلو، به صلیبش بکشاندند، خاری به سرش، نیزه به پهلو، به صلیبش بکشاندند، مصلوب شد و راه نجاتم ز جهان شد. آنگاه به پا خواست ز مرگ و ز دم موت، آنگاه به پا خواست مرگ و ز دم موت، رفت همره و همگوی پدر تخت نشین شد. او زنده و جاوید پسر نزد پدر رفت، او زنده و جاوید پسر نزد پدر رفت، او رفت ولی روح القدس جای نشین شد. از مرگ نداریم هراس، بیمی از آن نیست، از مرگ نداریم هراس، بیمی از آن نیست، زیرا که مکان همگی نزد پدر شد، زیرا که مکان همگی نزد پدر شد. خب بیننده های عزیز، برگشتیم با یه استراحت کوچیک برای ایوت عزیز. همه مسائل رو، همه رو نه ولی به طور کلی اشاره کردن که ترس از کجا میاد و ترس چی هست. حالا میخوایم تا آخر برنامه به این مطلب بپردازیم که علاجش چیه، چه کار میتونیم بکنیم تا این ترس از ما بره، به چه شکلی ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم. توی شعر، آخر شعر گفته شد برای ما مسیحیان که اطمینان به خداوند باعث میشه که ما اون ترس از مرگ رو به خصوص برداشته شده از ما، چون میدونیم که در انتها کجا خواهیم رفت. ولی به هر صورت به چه شکل میتونیم مبارزه کنیم، چه کار میتونیم بکنیم اگر ترس در ما وجود داره؟ اوکی، بذاریم اول ریشه چطور کمک کنیم از نظر روانکاوی، بعد برمیگردیم ببینیم که چطور کمک کنیم از نظر کتاب مقدس به عنوان روانشناسی مسیحی. اولین چیزی که ما باید بکنیم از نظر روانکاوی اینه که با ترس خود روبرو بشیم و قبول بکنیم که از این چیز، از این شخص، از این وجود میترسیم. و به زبان انگلیسی میگن فیس تو فیس، رو در رو نگاش میکنی و میگی که اوکی، دیگه تو نمیتونی منو بترسونی. قسمت دوم، ترس رو از هر زاویه مطالعه میکنی، همینطور که ما الان کردیم، از زاویه‌های مختلف ترس رو چکار کردیم؟ مطالعه کردیم و درباره اون صحبت کردیم. یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که من میتونم به شما توصیه کنم، ولی که به زبان انگلیسیه، کاش به زبان فارسی بود، Emotional Intelligence. Emotional Intelligence یعنی به زبان فارسی بگم یعنی که بتونی احساسات عواطف درست رو که تو رو به جای درست میکشه بفهمی و استفاده کنی، به وسیله دکتر دانیل گولمن. دکتر دانیل گولمن این کتابو بسیار زیبا تمام اطلاعات و زاویه های ترس و احساسات انسان رو توضیح داده و به ما کمک میکنه که ما بفهمیم که از نظر مغزی داره با ما چه اتفاقی میفته. بعد
باید از نظر ریشه یابی بکنیم از نظر روحی و روانی افی جان که ببینیم که چه اتفاقی میفته و اینو ما نمیتونیم تنها بکنیم، اینو ما باید همیشه به یک روانکاو مراجعه کنیم، به شبان کلیسایی که ایشون کلاسایی رفتن و یاد گرفتن با اون صحبت کنیم. بعضی موقع حتی میشه که به شبان کلیسا میریم میگیم ولی زود میگه که روح نمیدونم فلان درون تو هست تو باید به نام عیسی مسیح. نه اینطورم نیست، ما باید ریشه یابی بکنیم بدونیم که چه جای بدن ما کمبود داشته حتی اگر این روح درونش رفته. و واقعا این اشاره رو کردی، خیلی خوبه که ما ببیننده های عزیز بگیم. حتی بعضی وقتا به همسر من مراجعه میشه و همسر من روانشناسان معتبر مسیحی رو معرفی میکنه به این عزیزان، چون به یه جایی میرسه که اونجا نمیتونه کمک، احتیاج داره که روانپزشک ببینه، احتیاج داره از قرصهای استفاده بشه. همه اینها برای بهبود زندگی ماست، بنابراین ما قطع نمیکنیم و فقط به دعا پسنده نمیکنیم. بنابراین هم دعا هست هم استفاده از روانپزشکان و روانشناسان عزیز. فقط پس هر گونه فرار از ترس باعث میشه که ما دست و پاگیرتر بشیم. چرا؟ چون این وضعیتی که در درون بدن ما ایجاد میشه ترس رو بیشتر چی میکنه؟ کنفرم میکنه، یعنی ثابت میکنه که آره این وجود داره، این حقیقت وجود داره و تو این ناباوری ها رو بیشتر باور میکنی. پس تو نباید فرار بکنی، باید وایسی و بگی نه دیگه نمیخوام بترسم. یکی از روانکاوان از نظر شخصیت، روانکاوان مسیحی اینو گفته که از نظر شخصیت شناسی فرار از دست دشمن بسیار خطرناکتر از پذیرفتن ریسک و رویارویی آن است. پس ریسک رو ورداریم دوستان عزیز و با ترس ایستادگی کنید و بگی که من حتی اگه خودم نتونم میرم مطالعات رو یاد میگیرم، میرم روانکاو میبینم، با خدای خودم صحبت میکنم، با روانشناسان صحبت میکنم تا بفهمم آیا این ریشه یاد گرفته شده داره یا ریشه روانی یا روحی داره. وقتی که فهمیدم کدومشه میرم دنبال اون روانکاو که هر نوع روانکاوی نمیتونه شما رو کمک کنه. اگر ریشه های بسیار روحی قوی داره حتی میتونه هیپنوتراپی میتونه کمکش کنه، روانکاو های سایکو آنالیست یا لوگوتراپی یعنی زندگی در معنا، اونا که به وسیله یعنی رشتهشون با کار میکنن به وسیله اگزیستنشال سایکولوژی. یعنی چی؟ یعنی روانکاوی در معنا هست. با اونا باید صحبت کنی که ریشه رو بکشن بیرون. اگه من میبینم که یه چیزی که من یاد گرفتم میری روانکاوی کاگنیتیو تراپی، کاگنیتیو یعنی شناختن، یاد گرفتن و عوض کردن تفکرات به اون طور. خیلی جالبه چون واقعا این گفته درسته، چون اگر ما بترسیم و فرار کنیم تا آخر عمر با ما خواهد بود. بله. یه جا باید بیستیم و در مقابلش مبارزه کنیم همجور که شما گفتین. و چقدر ایستادن و خدا رو شکر روانشناسان عزیز، عزیزان به ما میگن که بابا ترس مرگ نداره. البته در قدیم میگفتن ترس برادر مرگه و واقعا وقتی که روبروش بیستیم شفا پیدا میکنیم تا اینکه فرار کنیم، چون تا آخر عمر همراه ما خواهد بود. دقیقا. چیزی نیست که خود به خود بره. پس برای دوستان عزیز شدم ادامه میدم. دوستان عزیز کاری که میخوام بکنید ورقه ای رو بردارید و تمام جزئیات ترس خودتون رو بنویسید. این جزئیات چی میشه؟ دقیقا مو به مو میخوام این جزئیات رو بنویسید. ترس شما از چیست؟ این سوال اوله. ترس شما از چیست؟ سوال دومی که باید جواب بدید، چگونه بر شما اثر میگذارد؟ آیا بر سینه شما اثر میذاره؟ روی گلو، روی روان احساس میکنید جنون به شما درس میده؟ چه احساسی دارید؟ اون احساس رو میخوام بنویسید. بعد قسمت سوم، سوالی که باید جواب بدین اینه، چه مدت این ترس درون اون احساس شما باقی میمانید؟ چون که اون مقداری که باقی میمانید نشون میده که چه میلی گرم، حتی اگر دوا میخواید چه میلی گرم در احتیاج دارید. نرین یه دفعه 4 میلی گرم بنزودیازپام یا زنکس بردارین، نه، ببینید ترستون تا چه مدته و بعد چه موقع و چه زمان این ترس ظاهر میشه. آیا این ترس از شخصی که شما رو ابیوز میکنه، یعنی شخصی که شما رو اذیت میکنه، آیا یک حیوانه، آیا یک محیطیه، آیا یک چیه؟ اونو باید به تشریح بکنید و بعد میریم و با روانکاو اینا رو، این سوالا رو که جواب دادیم با او به او شرح میدیم و به اون میفهمونیم که ایشون هم بتونه شما رو بهتر کمک بکنه. ولی که اگه فقط میریم پلوی روانپزشک میگه که آره من ترس دارم، اونم وقت نداره بیشتر از 15 دقیقه با شما صحبت کنه، یه دوا میده، یه قرص میده، میگه برو و این ترس رو شما نمیتونید مهار بکنید. و بعد از اون قسمت ششم، کاری که باید بکنید ترس را، باید خیالات را
از ترس جدا کنید و به دنبال واقعیت بروید و بدونید که واقعیت چیه، خیالات چیه، آیا این غریزه های نهانی هستن که از نسل های قبل اومدن. شما باید ریشه اونو پیدا کنید و با ریشه اون مبارزه بکنید، نه با احساسات عواطف. ما عادت داریم که فقط با واکنش ها مبارزه بکنیم و زود میخوایم بریم دوا برداریم، ولی که اگه ما به طرف ریشه اون بریم و ریشه رو برداریم، دیگه بدن واکنش نشون نمیده و بدن مغز فقط اون رو به عنوان یک خاطره میدونه، نه به عنوان یک احساس. پس قسمت مختلف جاهای دیگه مغز شروع به کار کردن میکنه، به جای اون قسمت آمیگدالا که ما درباره اون صحبت کردیم. قسمت هفتم، ما باید خیال بافی هایی رو که ما داریم بنویسیم، چه خیالاتی میاد تو مغز ما و درباره اون خیالات صحبت بکنیم و بفهمیم ریشش چگونه است. بعد اگر ضربه های عاطفی دیدیم، در این موقع است که باید از خداوند بخوایم. ضربه های عاطفی ریشه اونو دارن که ما پرخاشگری، تهدید زیاد شدیم، ترسای به ما اومده از کسانی که ما رو دوست داشتیم و به زبان انگلیسی میگن primary family، کسانی که از ابتدا با تو هستن و تو رو تربیت میکنن و به تو کمک میکنن و تو اولین کس به عنوان بچه که خدا نمیشناسی، اون موقع که بچه هستی تو فقط مادر و مادر میشناسی، پدر و پدر میشناسی، اوکی، و اونا رو میدونی که اونا دارن تو رو بزرگ میکنن، اونا هستن که از تو باید کمک کنن که تو بزرگ بشی، از تو نگهبانی میکنن. و اگر این شخصا که از تو نگهبانی میکنن به درستی نکنن، ترسایی که اونها درون تو میریزن، تنها کسی که میتونه در بیاره کیه؟ یه نفر بزرگتر از اونها، کسی که همیشه میتونه به تو محبت بکنه. آمین. و کسی که همیشه میتونه در زندگی تو باشه بدون هیچ نوع شرط و شروطی. درست. و کسی که تو میتونی همیشه به اون احساس داشته باشی که هر جا، هر موقع، هر وضعیتی که باشم، اگه با اون مکالمه داشته باشم، اگر من تفکر اونو بدونم که خداوند منه، پس من میتونم آزاد بشم. به قولهای اون اعتماد داری. قولی نیست که بگی اه مامانم گفت دروغ بعدش. پس قولیه که همیشه و همیشه درون تو هست. آمین. چقدر عالی، چقدر عالی و واقعا چقدر مهمه در کلام خداوند. اتفاقا تو کلام خداوند، حالا که صحبت از کلام شد، به دو نوع ترس اشاره کرده، یه ترس مفید و یک ترس مضر، که اون ترس مضر رو راجبش همش صحبت کردیم، ولی راجب یه ترس مفید صحبت میکنه که ترس از خداونده. بله. که واقعا فرق داره با این ترسایی که صحبت میشیم، چون عزیزان همیشه به من میگن خب از خدام که باید بترسیم، ولی جالبش اینه که ترس از خداوند واقعا اون نیست که ما یه چیزیه که ازش وحشت داریم میترسیم به خاطر اینکه اینو با ما میکنه. اصلا اینطور نیست. و چقدر قشنگ کلام خداوند در مورد ترس از خداوند صحبت کرده که بیشتر حالت فهمیدن اون عظمت و ابهت خداوند و احترام گذاشتن به اون عظمت و ابهت و فرمان برداری کردن، اطاعت کردن، چون اطاعت کردن از اون نیکویی، راحتی، آرامش، صلح، ترس نیست. و خیلی جالب اشاره کردی در کلام خداوند، خیلی در من نگاه میکردم میدیدم در عهد عتیق 45 آیه یا 46 آیه هست که خداوند میگه نترس. بله. و مرتب تکرار میکنه چون میدونه ما آدم در تمام کتاب مقدس 360 آیه وجود داره درباره نترسیدن. آها. و چگونه به نسبت به واکنش ترس ما باید چگونه واکنشی نشون بدیم، احساس چه واکنشی. بله. نشون بدیم. 360 آیه وجود داره. ولی اونجایی که خداوند میگه نترس، خودش میگه. دقیقاً. پس افی جان، اینجا خیلی مهمه که ما دیدگاه خود را نسبت به خداوند بسنجیم. بعضیا هستن که میان میگن مریض من هستم، میان تو میگن که بابا من خدا رو میشناسم، من هر روز میرم شم روشن میکنم، من دعای خودم رو دارم، من اینو دارم، من ولی باز میترسم. من همیشه به اونا میگم که برین کتاب مقدس رو بخونید، مطالعه کنید، خدا رو بفهمید، بدونید که رابطه شما با خداوند چیه، آیا شما روح القدس رو دارید؟ چون ما روح القدس رو میگیریم، دریافت میکنیم در اون قسمتی که این علفهای هرزه در قلب ما رشد کردن از پرخاش و تهدید، ما اونا رو ور می‌داریم و جای اونا روح القدس می‌ذاریم. کسی که میگه واقعا میترسه و به قول شما میگه من خدا رو میشناسم، واقعا این شناخت عمیق نسبت به خدا نداره، چون که کلام خدا میگه خداوند روح ترس رو به ما نداده بلکه روح قوت، محبت. داشتم فکر میکردم که چرا روح قوت؟ و
به خاطر اینکه خداوند هست که این قوت رو به ما میده که از ترس هامون دور بمونیم. این قوت رو ما میده که در سختی ها، در مشکلات و فشارهای زندگی ترسا نباشیم. و این امید زنده رو به ما میده که من با تو هستم. چرا محبت؟ چون که من هر وقت به یاد میارم که خدا چقدر منو دوست داره، چقدر واقعا به من عشق میورزه، چقدر نقشای عالی برای زندگی من داره. محبت خودش روی صلیب به من نشون داد. بنابراین این روح محبت رو وقتی که به یاد میارم، ترسا از من فرار میکنه. ترسا از زندگی من دور میشه. پس عزیزان، خدا میگه من روح ترس رو به تو ندادم، بلکه روح قوت و محبت رو. به یاد بیار که در قوت خدا میتونی جلو بری و محبت خدا رو به یاد بیار که تو رو چقدر دوست داره. ولی جالب اینجاست که اتفاقا یاد این آیه انداختی، منو دومی تیموتائوس باب 1:7 میگه آن روحی که خدا به ما داده اصلا در ما ترس رو به وجود نمیاره. یعنی اگر ما اون روح خداوند رو بریم بر پلو خداوند و واقعا بشناسیم خداوند رو و اون روحی که میده دریافتش میکنیم، اون روح اصلا توش ترس وجود نداره. اون روح، روح آرامشه، روح صلحه، روح محبته، روح عشقه. آمین. خیلی. ولی یه جایی میگه ترس یهوه آغاز علمه. در کلام خداوند در امثال میگه و جاهلان که حکمت و ادب رو خار میشمرن. خداوند، من فکر میکنم وقتی که میگه روح خداوند ترس یهوه آغاز علمه، یعنی اینکه تازه شروع میکنیم ما به دانش خداوند. دقیقاً. و اون دانش خداوند، شناخت خداوند، اینها رو از ما دور میکنه با وجود روح القدس که اصلا روح ترس درشنیست. خداوند ترس خوبی، همطور گفتی آمین. احترام به خداوند ترس مفیدیه، به خاطر اینکه ما رو از بدی دور نگه میداره، از گناه کردن، و به ما قوت میده که بتونیم در اون پاکی و قدوسیتی که خدا برای ما در نظر داره زندگی کنیم. در مزامیر باب 118:6 میگه که خداوند با من است، پس من دیگر نمیترسم. آمین. آمین. و واقعا چشمه حیات اونجور. درباره یه چیزم دوست داشتم یک توضیح کوتاهی بدی در انتهای برنامه است. رابطه ترس و افسردگی رو خیلی کوتاه اگه بتونی با ما بگی. میدونم الان داشتین درباره راه حل ها صحبت کردیم، ولی یه جایی خوندم که ترس با افسردگی رابطه مستقیم داره. این درسته به نظر شما؟ بنونه جان، ما اول همونطور که صحبت کردیم از اخلاق محتاط میایم میشیم چی؟ احتاط از شخص نگران. از شخص نگران چند درجه میریم بالا، میشیم شخصی که استراب داره. من. از شخصی که استراب داره چند درجه میریم بالا، میشیم پارانویا. وقتی که ما 24 ساعت در این وضعیت بدنمون زندگی بکنه، کم کم به شخص افسرده تبدیل میشیم. پس ریشه بعضی از افسردگی ها از چی میاد؟ از نگران های شدید که ترس هایی هستن که شما میدونین که نمیتونین نسبت به اون وجود، شخص، شما خودتون رو آسیب پذیر میبینین. بله. پس این باعث میشه که شما افسرده بشین. در واقع شخصی که افسرده است، ترس های خودش رو زندگی میکنه. بر طبق اون ترس ها زندگی میکنه. فیلم کنه اینا واقعیت هست. همونجوری که تو توضیح دادی. دقیقاً هم همینطوره. وقتی که تو داخل ترس همیشه زندگی میکنی، همه چیز، اصلا مغز تو، وجود تو، روح تو حقیقت رو به طور دیگه‌ای می‌بینه. و بسیار سخته که اون شخصی که الان تمام هورموناش، تمام وجودش، روحش، ریشش تماماً داره منفی‌گراست و منفی همه چیز رو می‌بینه، این شخص نتیجتاً مضطرب خواهد بود و بعد به افسردگی خواهد و واقعاً چون همه این شیمیایی بدن به هم می‌خوره، بنابراین اون وقت یک چی میگن نتیجه هایی داره که حتی جسمانی فیزیکیه. مثلا بله. درد خواهیم داشت، هیچ ناراحتی نداریم، روماتیسم نداریم. بله. ولی عضله ها و یا اون جوینت ها درد میگیرن. دقیقاً همینطور. اینو میگن سایکوسوماتیک سیمپتومز. سایکوسوماتیک یعنی چی؟ یعنی دردهای روحی روانی هستن. مثلا میری پلوی دکتر، یه فایبرومایالجیا هستن، حتی دردهایی که بیشتر دردهای آرو ایمیون دیزیز، یعنی سیستم دفاعی بدن که یه دفعه که میاد پایین، آرو ایمیون دیزیز ها، وقتی که روانشناسان، روانکاوان رفتن کمک کردن، میدن اونایی که مثلا MS گرفتن، اونایی که ناراحتی هایی دارن که سلسله اعصابشون تشنج های عظیم عضلانی و درد های عصبی دارن، تمام ریشه ترس درونشون هست. و وقتی که این ترس رو به طریق هیپنوتراپی که بسیار عمیق اومدن کشیدن برو، یا اونایی که خودشون رو به خداوند سپردن و واقعا همینطور که شما گفتین ترسشون تبدیل به اطلاعات درباره خداوند شده و باعث شد که برن و کلامو بفهمن، با روح القدس پر شدن، میبینن که کم 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 اینا داره در میاد.
چقدر اینا به هم ربط دارن. پس سایکوسوماتیک پین که مثلا اونا که افسارگی دارن میگن که درد مثل لوکوموتیو یه ترند توی بدن میچرخه، یا بدن اینجا درد میکنه، یه دفعه اینجا درد میکنه، وقتی میری دکتر جوابی واسش وجود نداره، اینا تمام ریشه های دردهایی هستن که در درون روحی و روان انسان نشستن. خیلی جالب، چون من عزیزی رو میشناختم که همینطور بود، وقتی که ناراحتی جسمی داشت بهش میگفتم بابا شاید تو یه چیز روانیه، ناراحتی روانیه، تو باید به روانشناس مراجعه کنی، برای اینکه تمام آزمایش‌های فیزیکی رو داده و همه چی نرماله، همه چی عادیه. پس ممکنه که از اینجا باشه، ریشه روانی داره. روانی داشته باشه که جالب برام اینه که داشتم میخوندم ترسایی که تو از طریق کابوس در ما ایجاد میشه، مثلا طرف حتی شنیدم که اشخاصی بودن که در حین خواب ترسیدن و کابوسهایی رو دیدن و از ترسشون باعث مرگشون شده و از بین رفتن. این خیلی برای من اصلا از کجا میدونیم که ترس باعث مرگشون شده؟ یعنی خب اون که زنده نیست که بگه چی شد. من میخوام اونجا شما متوجه نمیدونم این موضوع که بلونا جان توضیح دادن، بیشتر مریضا که من میان که استراب شدید یه دفعه میگیرم، میبینم که اولش کابوسی دیدن و نصف شبی از خواب بلند شدن با ترس، با ضربان بسیار قلب شدید، تنگی نفس، که اینا تمام علائم ترسی که وقتی شما دارین، درد، لرزش، اینا این نشون میده که این یک شبه نشده، این مدت بسیار طولانیه که این طرف از ناراحتی، نگرانی و استراب داره زج میکشه و به اون قسمتی رسیده که دیگه تمام مغز و هورمون استرس کورتیزول گرفته و مغز در وسط شب با یک کابوسی از حالت موج الفا و تتا یه دفعه به موج گما رسیده، یعنی اون موجی که به حالت قلبی میزنه. وقتی که به این حالت میرسه، طرف که یه دفعه از خواب بلند میشه، در داخل آن زندان امیگدولاست، تمرکز نداره، هنوز نمیتونه بفهمه در خیالاته یا در حقیقته و بدنش حالت این وایتال ساین ها، تمام قسمت های سلسله اعصاب بدن ما در حالت وضعیت ترس هستن و طرف در حالت شوک و تراما میره و این باعث میشه که به این حالت بره. یه تلفن داریم ایوه جان، اگه اجازه بدی. عباس علی عزیز روی خط هستی، وقت خیلی کمه، سریع صحبت کنین لطفا. بفرمایید، روی خط هستید، وقت نداریم. الان خطم؟ بله بله، بفرمایید. بله، من میخواستم بگم الان 18 ماهی که توی برنامه هستم، 18 ماهی کتاب درستم است، ایمان آوردم. واقعا میخوام تو بگم توی 18 ماه زندگی من متعلق شده. من هر چی که امروز بخوام از خدا، خدا بهم میده. من هر چی که بخوام امروز از خدا، خدا میخوام. من میرم در خونه خدا، من از خدا میخوام، با زبون خودم با خدا صحبت میکنم و هر چی که بخوام خودش میخوام و خدا خودش بهم میده. خدا واقعا به وسیله کتاب من زندگی متعذر شد. خدا رو شکر. نمیدونم چی بگم، واقعا خوشحالم. خدا من برکتتون بده. مرسی از شهادتی که دادید. کاملا صحبت ایوه جان بود که واقعا وقتی که میریم و قلبمون رو واقعا میدیم به خداوند، اون میتونه، قدرت داره، قوت داره که ما رو تبدیل کنه. بله عزیزم، اگه شما به مرقس باب 4:35 رجوع کنید و خداوند میگه چرا اینقدر ترسیده بودید؟ آیا هنوز به من اعتماد ندارید؟ اون زمانی که داخل قایق بودن و اون امواج اومد و خداوند با یک نهیب این تمام امواجها خاموش شد و آرامی اومد و همه ترسیدند. خدایا پس این دیگه چطور شخصیه؟ ببینید این قسمت اول هنوز پتروس و رسولان هنوز نمیشناسن مسیح رو. هنوز درونشون ترسه. ولی بعد از 3 سال و بعد از اینکه مسیح مصلوب کشید و بعد از اون که باز زنده شد، بعد از اون چی شد؟ ترسشون رفت و واقعا دونستن که ایشون ماهیت خدایی دارن، چون باور کردن. پس چی شد اینجا؟ باورشون عوض شد. درسته. و پس این مرحله‌ایه که ما در وقتی که ما درون خدا زندگی میکنیم، زمان طول میکشه تا باورهای ما عوض بشه. درسته. مردم فکر میکنن که اگه امروز من رفتم کلیسا باید الان باورم عوض بشه. نه، زمان طول میکشه تا ما مسیر رو کاملا میشناسیم، ما خدای
خودمون رو کاملا میشناسیم و باورها و اعتقادات خودمون رو به اون میریم و باورها و اعتقادهای او را از کتاب مقدس میگیریم. بله، منم متعجبم از عزیزانی که میان کلیسا و توقع دارم واقعا بعد از ایمان بلافاصله تغییرات ایجاد بشه. بعضی وقت ما صحبت میکنه میگیم 30 سال 40 سال یک مشت ایده های دیگه، عقاید دیگه تو سرت بوده، اقلا یه سالی وقت بده که اینا پاک شه، جا به جایی ایجاد بشه و واقعا هم همونه. خیلی وقتمون کمه. ایوه جان، آیا چیزی به خصوصی هست که در آخر برنامه دوست داری اضافه کنی؟ دعای کوچکیه واسه کسانی که میترسن، میتونن این دعای قشنگ رو بکنن و با این دعا هر شب با خداوند راضی و نیاز کنن، آیه های قشنگ رو از کتاب مقدس در بیارن، بنویسن و به جای این که برای باورهای خودشون توصیه بکنن و تکیه بکنن، بر باورهای کلام خداوند و مسیح تکیه بکنن. این دعای بسیار زیبا رو میتونید هر شب بکنید که ای پدر، به درستی میبینم که وقتی تو میروی ترس داخل من می شود. امروز تو را در مرکز روحم دریافت می کنم و در آنجا ایمان دارم که تو فرمان روای روح و روان من خواهی شد و به وسیله عشق عظیمی که نسبت به ما داری تمام ترس های ناسالمم را از زندگیم را بیرون می آورم و تمام وجود و روحم را به تو تسلیم می کنم. در نام عیسی مسیح از خدای پدر می طلبم. خدا رو شد. مرسی ایوه جان، واقعا خیلی ممنون که اینجا یک برنامه امروز تطابق، یعنی با هم بودن ایمان و دانش رو نشون داد. که ما هم میتونیم ایمان داشته باشیم، هم میتونیم بر اثر دانش روانشناسی بتونیم یه چیزایی رو از خودمون بیرون کنیم، کمک بگیریم. و این خیلی جالبه، چون وقتی میگن علم که میاد خداشناسی میره، اصلا ربطی به این حرفا نداره. خداوند بالای همه چیزه و همه علم و همه دانش هم در دستای خداونده و خداوند این عزیزان رو برای ما گذاشته که بهشون مراجعه کنیم و بهبودی پیدا کنیم. بلونا جان چیزی داری اضافه کنی؟ خیلی استفاده کردیم، واقعا مرسی که دعوت ما رو امروز پذیرفتید. مطمئنم که بینندگان عزیزم کلی از برنامه امروز استفاده کردن. من خودم رفتم تو فکر برم با این هواپیما یه روبرویی انجام بدم، ببینم هواپیما تو نمیتونی منو بترسونی. به هر صورت بینندگان عزیز، خیلی 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 خوشحالیم که با ما بودین. هفته آینده با شما خواهیم بود. مرسی بچا. مرسی عزیزم. مرسی بچا. خدا نگهدار.